ویروس کرونا تا به حال فقط جان ده ها هزار انسان را نگرفته اقتصاد کشورها را هم به خطر جدی انداخته حتی اقتصاد پر رونق بعضی از کشورها که پیش بینی در سال جاری رشد بیشتری هم داشته باشند حالا از برکت سر ویروس کرونا در مخفسه جدی هستند برای اقتصادهای ضعیف مثل ایران خطر می به مراتب شدیدتر هم باشد بسیاری از کارشناسان اقتصادی در داخل خارج از ایران آینده تیره و تاری را برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کنند. بعضی حتی صحبت از ورشکستگی کشور می بی ولی بیژن خاجپور مدیر شرکت مشاوره راهبردی یونپا در وین و مهمان من در این برنامه به عبارت دیگر برخلاف دیگران معتقد متقدر است که ایران می‌تواند اقتصادش را از مخمس خارج کند. این خوشبینی برای اقتصادی که مدت هاست نحیف و در بند تحریم و فساد و سوی مدیریت است از کجا و چه ناشی می شود؟ بیژن پور در وین به برنامه به دیگر خوش آمدید خیلی ممنون خوشحالم که با شما هستم آقای خاجه به نظر شما وضعیت اقتصاد ایران تا قبل از همه گیر شدن ویروس کرونا و بسته شدن کسب و کارها چطور بود؟ خب ما میدونیم که اقتصاد ایران در دو سال گذشته با یک دوره رکود تورمی روبرو بود و به هر حال بحران های زیادی رو داشت از جمله فروپاشی ارزش ارز ملی ریال و مسائل دیگه تورم خیلی بالا ولی قبل از کرونا نشونه های وجود داشت که اقتصاد کم کم داشت به این وضعیت جدید و فشارهای جدید عادت میکرد و داشت به سمت یک رشد خیلی پایین حرکت میکرد ولی خب با بروز بحران کرونا متاسفانه دوباره باید با یک دوره رکود در حقیقت روبرو بشیم و حالا به حال بسیاری از کارشناس اقتصادی وضعیت بسیار تیره و تاری را برای اقتصاد ایران تحصیل می کنند در حال حاضر به نظر شما وز چطوره؟ ببینید ما باید تصمیم بگیریم که چجوری میخوایم اقتصاد ایران رو تحلیل بکنیم اگر بر مبنای داده های خیلی پایه اقتصادی تحلیل بکنیم به هر حال ایران اقتصادیه که بحران زده است و سالهای سال تحت فشار تحریم و سوء مدیریت و تمام نکاتی که شما در مقدمه گفتین بوده ولی اگر با یه نگاه خشک بهش نگاه بکنیم فقط داده های اقتصادی رو به کار ببریم احتمال ورشکستگی این اقتصاد خیلی کمه چرا که ثروت و منابع اقتصادی زیادی داره که میتونه از اونها هنوز استفاده بکنه. از سوی دیگه بدهی خارجی خیلی زیادی نداره، دولت البته بدهی داخلی داره ولی بدهی خارجی خیلی سنگینی نداره و اینا همش عواملی که جلو یک ورشکستگی یا فروپاشی اقتصادی رو میگیرن. ولی اگر ما به یک تحلیل همه جانبه نگاه بکنیم، بغیره من درسته که بگیم اقتصاد ایران یک اقتصاد مریزه. و احتما... اتفاقا با همین آنالوژی کرونا خیلی خوب میشه تشخیص داد که این مریض چه مشکلاتی داره و آیا احتمال مرگش وجود داره یا نه بقیده احتمال مرگش وجود نداره ولی یه مریضی ها و یک بحران های ساختاری داره این اقتصاد که اگر جراحی نشه خب وضعش خیلی وخیمتر خواهد شد این البته همونطور که در مقدمه من گفتم شما یه مقداری خوشبینتر هستید نسبت به بقیه کارشناسان اقتصادی چون خیلی ها پیشبینیشون بسیار بدبینانه تره نسبت به وضعیت اقتصاد ایران ولی شما اجازه بدین که یک نگاهی بکنیم به وضعیت فعلی ببین دولت خزانش خالیه بیش از 1500 تریلیون تومن به بانک مرکزی و بانک های دیگه بدهکاره تولید داخلی به حد اقل رسیده صادرات نفتش متوقف شده قیمت نفت هم بر اون اساسی که بودجه تعیین شده بود از نصف اون هم کمتره یعنی که کسی بودجه بسیار سنگین خواهد داشت در آینده و در نتیجه با همه اینها فساد هم کماکان در اقتصاد ایران بیداد میکنه تحریم ها به شدت برقراره و اینها را در واقع خودتون هم در مقاله‌ای که کمی بیش از یک ماه پیش در المانیتور منتشر کردید اینها رو هم بررسی می‌کنید ولی با همه اینها شما معتقدید که به حال ایران میتونه بر خودشون نجات بده از این وضعیت اتکای شما به دقیقا چیه شما گفتین امکاناتی داره چه امکاناتی داره که بتونه با این وضع وخیم و موقعیتی که کرونا برش پیش آورده بتونه نجات بده اقتصادشو ببینید همه حرفهایی که شما میزنید درسته ولی اگه بازم گفتم اگه شما فقط داده ها رو بردارید اگه یه طرف معادل شما بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک های کشور رو میذارید بعد اون طرفش دارای های دولت رو بذارید همین الان با حرکات اخیری که دولت کرده و فروش بعضی از سهام دولتی و بعضی از دارای های دولتی بخشی از این کسری بودجه که حتما در سال جاری باهاش روبرو خواهد بود دولت رو داره جبران میکنه ببینید من میخوام به اون سوال اصلی که چه منابعی این دولت یا کشور ایران به عنوان یک اقتصاد ملی داره یه مقدار اشاره کنم و مهمه که ما اینجا تمرکزمون رو نذاریم روی رابطه ای که ما با نظام جمهوری اسلامی و یا با دولت آقای روحانی داریم بلکه بر داده ها و واقعیت های اقتصادی خیلی از این واقعیت های اقتصادی به درستی ازشون استفاده نمیشه واسه همین یه بخش از پاسخ به پرسش شما اینه که اگر دولت و اگر نظام اون اصلاحات ساختاری و اقتصادی و حقوقی رو که نیاز حس برای اینکه از این بحران در بیاد انجام بده این درست حرفی بود که من در مقاله هم نوشته بودم اون موقع شانس خوبی هست که ایران از این بحران در بیاد و از بحران های دیگه در بیاد و زیر ساختاش رو قوی تر بکنه ببینید ما توی اولا اقتصاد ایران چون توی یک اقتصاد ملی دولت که تنها بازیگر نیست به حال ما بخش های دیگه اقتصادی داریم فعالیت های اقتصادی داریم اقتصاد ایران به عنوان اقتصاد ملی, ملی تقریبا در چهل سال گذشته همیشه با بحران روبرو بوده اقتصادهایی که با بحران روبرو هستند روشهای خروج از بحران و انعطافهایی را که ناز نیاز هست برای اینکه از بحران خارج بشن رو قبلا تجربه کردن ایران جنگ رو تجربه کرده بازسازی رو تجربه کرده تحریم رو تجربه کرده تحولات و نوسانهای داخلی رو تجربه کرده این خودش یک فضایی رو ایجاد میکنه برای اینکه آدم از این بحران در بیاد چون واقعیت بحران فعلی اینه که ما با یه سری پدیده های جدید داریم روبرو میشیم نه فقط در ایران در تمام دنیا پرسش اینه که کی میتونه از این بحران در بیاد کدوم کشورها کدوم بازیگران اقتصادی قبلا تجربه کردن که از یه همچین بحرانی در بیان من این،, این یکی از داده هایی که میتونه ما رو خوشبین کنه ولی داده های دیگه هم هستن ببینید شما شما خودتون فساد رو عنوان کردید من عقیده دارم که اگر بتونیم حجم فساد رو در ایران اندازه گیری کنیم در یک سال عادی اون حجم فساد از این کسری بودجه که امسال دولت خواهد داشت بیشتر خواهد بود یعنی اگر ما بتونیم جلوی بعضی از فسادها رو بگیریم این البته همون اصلاحات ساختاری و حقوقی و سیاسی که من عنوان کردم و میخواد ولی اگر بتونیم این کار رو بکنیم یه بخش از مسئله حل میشه ما منابعی داریم مثل ایرانیان خارج از کشور من عقیده دارم که یه لایه از نظام جمهوری اسلامی نمیخواد از این منبع و ثروتی که ایرانیان خارج از کشور به عنوان منبع دانش و منبع سرمایه و منبع ارتباط جهانی دارن استفاده کنن یعنی در حقیقت عمدن نمیخوان از این منبع استفاده کنن چون نمیخوان در حقیقت اون لایه از جمعیت ایران و کشور ایران رو دوباره وارد صحنه بکنن ولی اگر این تصمیم سیاسی گرفته بشه یک منبع عظیمی وجود داره برای اینکه ایران بتونه بخشی از کاستی های اقتصادی خودش رو جبران کنه شما اشاره کردید به مسئله بسلا فروش اموال دولتی در سهام و در بازار سهام شما میدونید که بازار سهام به شدت امروز ها گرمه و بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگن اصلا این طبیعی نیست به قیمت سرسام که میره بالا و شما فکر نمی کنید که این میتونه به یک حبابی تبدیل بشه که احیانا بتره که و وضعیت اقتصادی از این چیزی که هست هم بدتر بکنه ظاهرا دولت یه راه نجات در این بازار سهام برای خودش میبینه ولی میتونه به عکس خودش تبدیل بشه من قبول دارم که وضعیت امروزی بورس تهران یه وضعیت کاملا غیر عادیه ولی این خودش باز یکی از شاخص های مریض بودن اقتصاد ایرانه اقتصاد ایران سرمایه های کاذب و سرگردان زیادی درش هستن و وقتی یک همچین بحران جهانی ایجاد میشه بعضی از سرمایه های کاذبی که در بیرون از ایران هم جمع شدن دوباره برمیگردن تو این اقتصاد چون فکر میکنن که در این اقتصاد بهتر میتونن مدیریت بکنن سرمایه خودشونو و بعد خب این همزمان شده با یه سری سیاست های دولت برای در حقیقت مهار بعضی دیگه از بازارهای داخل مثل مسکن مثل مثل ارز و طلا و غیره که یک بخش زیادی از این سرمایه های سرگردان و کاذب رفتن توی بورس قبول دارم که این میتونه خودش تبدیل به یه مشکل بشه ولی بازم برمیگردم به اینکه یه موقع هست شما مشکل دارید چون هیچ سرمایه ای ندارید یه موقع هست مشکل دارید چون سرمایه دارید ولی بلد نیستید اون سرمایه رو چجوری اداره بکنید چجوری مدیریت بکنید مشکل ما مشکل دومی است واسه همینم هم نمیتونیم بگیم این اقتصاد رو به ورشکستگی داره میذاره این اقتصاد رو به بحران بیشتر داره اگر برگردیم به همون آنالوژی, مریض بودن اقتصاد داره برای اینکه یک از رو جبران کنه یه مریضی دیگه در خودش ایجاد میکنه و این میتونه یه چالش جدید بشه واسه همین برمیگرده همیشه به, به توانمندی دولت در, در اداره و مدیریت این وضعیت و اعمال یه سری قوانین و آینامه ها و سیاست هایی که نیاز بهشون هست برای اینکه این کارو بکنن نکته دیگه ای که در این رابطه باید بگم اینه که دولت فقط در این چیزهایی که من دیدم تا حالا فقط به فروش سهام چیز نکرده بسنده نکرده دولت داره یه سری دیگه از دارایی هم میفروشه و این باز یکی از اون حوزه هایی که اگر درست بهش توجه نشه باعث مریضی ها و چالش های جدید میشه دولت یه سری از دارایی های خودشو داره میشه املاکشو داره میفروشه و غیره حالا سوال اصلی اینه که این املاک دارن به کی فروخته میشن اگر واقعا به بخش خصوصی ایران فروخته بشن و با اون سرمایه ها بتونه بخش خصوصی کار مفید و سازنده بکنه برای اقتصاد خبر خوبیه اگر به نهادهای نیم دولتی و به قول معروف خصولتی فروخته بشه احتمال داره که دوباره حتی ضربه بزنه برای اینکه بعد یه سری نهادهایی توان مالیشون و توان اقتصادیشون قوی تر میشه و همین دولت رو دوباره به چالش میکشن یعنی الان مهم اینه که کلیت این مسائل اقتصادی و مالی درست اداره بشن و اگه درست اداره بشن پتانسیل هست البته بورس تهران حتما سقوط خواهد کرد در یه مقطعی برای اینکه میگم این سرمایه ها کاذبن اگه یه راه دیگه ای برای سرمایه گذاری یه پولشون رو میکشن بیرون دوباره میذارن توی مثلا ارز یا طلا و غیره ولی میگم اصل داستان یک فاجعه اقتصادی نیست بلکه یک چالشه که باید حل بشه خب حالا باید برگردیم به اون امکاناتی که شما البته در مقالات هم اشاره کرده بودیم بهش و اون امکانات خارج از کشور بین ایرانیان خارج از کشور دقیقا چه نیروی مادی و معنوی بالقوهی در خارج از کشور هست که میتونن برای رونق بیشتر اقتصاد ایران به کار برده بشه ببینید اگر ما اقتصاد ایران رو بدون قرض تحلیل بکنیم و به از خودمون بپرسیم که ایران به چه چیزی نیاز داره به بعضیش البته تا الان اشاره شد ولی بقیده من سه تا مسئله خیلی مهمه یکی مسئله دانشه دانش و حالا دانش و تکنولوژی کنار هم دیگه برای اینکه ما بتونیم از منابعی که داریم به درستی استفاده بکنیم این بحث به هر حال دانش و پتانسیلی که در ایرانیان خارج از کشور هست بدون شک میتونه یک منبع باشه نیازی هم نیست که همه ایرانیهای خارج از کشور برگردن بلکه یک سری افرادی که توانمندیهایی دارن و میتونن در بحث های حالا هم تکنولوژیک هم اقتصادی و, و غیره کمک بکنن هست متصل به همین داستان بقیده ما یکی از بحث های مهم ایران کاستی های مهم ایران که البته به مسائل سیاسی هم برمیگرده ضعف جدی ما در مدیریت پروژه هاست شما ببینید وقتی میشینیم به پروژه های اقتصادی و صنعتی و زیرساختی ایران نگاه میکنیم میبینیم که یه لیست خیلی طولانی از پروژه های نیمه تمام و پروژه هایی که صد درصد شاید زیر پتانسیل واقعی خودشون دارن کار میکنن و خب این دانش مدیریت پروژه توانمندی مدیریت پروژه شما شک نداشته باشین در بسیاری از کارشناس های ایرانی هم داخل هم خارج از کشور هست و ما این پتانسیل رو داریم که بعضی از نیروها رو از خارج از کشور برگردیم بحث سوم هم خب مشخصا سرمایه است ما وقتی سرمایه گذاری خارجی خیلی زیادی نداریم و خیلی از منابع ارزی خودمون رو مجبوریم خرج در حقیقت هزینه های جاریمون بکنیم سرمایه جذب سرمایه با روش های مدرن از ایرانی های خارج از کشور میتونه یه پتانسیل باشه و ما الان از این پتانسیل استفاده نمی کنیم. نه تنها استفاده نمی کنیم بلکه داریم برعکسش عمل می کنیم یعنی نظام با بازداشت ایرانی های دو تابعیتی و فشار گذاشتن رو ایرانی های خارج از کشور فشار گذاشتن روی هر نوع فعالیتی که ممکنه این ایرانی ها در داخل کشور داشته باشند داره کشور رو و اقتصاد کشور رو از این پتانسیل محروم میکنه به عنوان مثال وقتی نظام میاد یه شخصی مثل سیامک نمازی رو دستگیر میکنه که در دوره قبلی تحریم با منابع خودش رفت و تحقیق کرد و تلاش کرد که تحریم های دارویی رو ایران رو برداره این بقیده من یه پیامه به تمام کسانی که میخوان از روی وطن پرستی بیان و به کشور کمک کنن و این پیام اینه که ما شما رو نمیخوایم شما جایگاهی در ایران نداره در حالی که ضربه اصلی رو داره اقتصاد ایران میخوره در این پروسه حالا شما همین نمونه آخر نشون میده که به حال حاکمیت ایران پذیرای این کمک های از خارج نیست و بقیه مواردی هم که مطرح کردیم برای بهبود وضعیت اقتصادی همه اینها یه حالت مشروطه یعنی صحبت های شما اگر که ایران تجدید نظر بکنه در زیر ساخت های اقتصادی است اگر ایران بتونه از امکانات به هر حال علمی برای وضعیت اقتصادیش استفاده بکنه اگر فروش اموال دولتی بتونه به دست بخش خصوصی و برای بهبود اقتصاد باشه و به اصطلاح همطور که شما هم گفتیم به خصولتی ها فروخته نشه که میشه معمولا اینجا همه اینها مشروطه آقای پور و تجربه گذاشتم نشون داده که ایران به هیچ کدوم از اینا عمل نمیکنه و در نتیجه اون امیدواری که شما و خوشبینی که شما نسبت به اقتصاد ایران دارن به همین دلیل خیلی دیگه ندارند خب شما میتونید مسئله رو برگردونید یعنی اگر من خوشبینم پس اونایی هم که بدبینن باید اعتراف کنم که اگر هیچ کدوم از این اتفاقا نیفته ممکنه اقتصاد به سمت برحال بحران خیلی عمیق تری بره ببینید قبول دارم من همیشه متهم میشم که بیش از حد خوشبینم به هر حال خوشبینی هم بخشی از زندگی و بحران های مثل بحران کرونا نشون میدن که خوشبینی اتفاقا میتونه یه جاهایی به دردمون هم بخوره ولی فقط خوشبینی نیست ببینید شما اتفاقا اگه به گذشته نگاه کنید اصلاحات مهم ایران همیشه در مواقعی رخ دادن که بحران بوده حالا بحران میتونه بحران پایین بودن قیمت نفت بوده باشه میتونه بحران داخلی بوده باشه نه یعنی من عقیده دارم که نظام جمهوری اسلامی ایران در مواقع بحران بیشتر به فکر اصلاح میافته ممکنه بگیم بعضی جاها ایده های درست رو برای اصلاح ندارن یا اینکه خیلی جاها ایده هم حتی ممکنه داشته باشن ولی کادری که بتونه اون ایده ها رو اجرا کنه ندارن ببینید مسئله فساد الان شما خودتون حتما بیشتر از من دنبال کردید ولی مسئله فساد الان سالهاست که داره توسط لایه های بالای حکومتی مطرح میشه و بحث مبارزه با فساد و بقیده من بعضی جا هم حتی واقعا میان و یه نکاتی رو عنوان میکنن به عنوان سیاست های مبارزه با فساد ولی وقتی که این داده میشه به لایه هایی که خودشون در در حقیقت کارهای فاسد چیز هستن درگیر هستن و منفعت میبرن از فساد چجوری میتونیم انتظار داشته باشیم که این اتفاق بیفته قبول دارم که موانع هست ولی اون پتانسیل اصلی وجود داره به قول شما مشروط بر اینکه یک سری اصلاحات اتفاق بیفته من یه بخش از خوشبینی اینه که این بحران چون فراموش نکنیم الان در حقیقت سه تا بحران همزمان شدن بحران کرونا بحران پایین بودن قیمت نفت و بحران تحریم های اقتصادی آمریکا که خب بیشتر و بیشتر داره کشور اقتصاد کشور و دولت لمس میکنه که این تحریم چقدر تاثیر منفی دارن این همزمانی بحران ها شاید یه از حکومت رو زیر فشار قرار بده که به بعضی از اصلاحات بپردازن خب حالا البته وضعیت بد اقتصادی امروز مختص ایران نیست خیلی از کشورهای پیشرفته که اقتصادی بسیار قوی هم داشتن با دنیا گیر شدن ویروس کرونا الان به تنگنا افتادند دولت امریکا ظاهرا قراره که سه تریلیون دلار قرض بگیره برای که بتونه به اقتصاد امریکا کمک بکنه دولت های اروپایی هم همینطور دارن خودشون رو میکنن شما فکر می کنید که امریکا و اروپا بعد از اینکه این ماجرای کرونا از گذروندن برای بازسازی وضعیت اقتصادشون امکان داره که یه مقدار زیادی در موزشون نسبت به ایران تجدید نظر بکنن و ایران را یک بازار مهم و برای کمک به بازسازی اقتصاد خودشون ببینن و احیانا نحوه برخوردشون متفاوت بشه؟ خب من عقیده دارم که این نگاه که شما میفرمایید همین الان در اروپا هست یعنی اروپا خیلی علاقه هست به این که رابطه تجاری و اقتصادیشو با من منظورم امریکا بخنه. بیشتر البته خوب. بله همین میخواستم به اون نقطه برسم که خب مشکل الان دولت ترامپ در امریکا هست یعنی و دولت ترامپ حالا بعد ببینیم که اولا خود امریکا چگونه از توی این بحران بیرون میاد و با چه ساختار سیاسی به حال توی آمریکا تو نوامبر انتخابات خواهد بود اگر یه دولت دموکرات بیاد یک پویای جدید خواهیم داشت اگر همین دولت ترامپ بمونه بستگی داره که افرادی که در دولت ترامپ تاثیرگذار هستن کی هستن ببینید مشکلی که الان هست اینه که به نظر میرسه که تمام تصمیمات مربوط به سیاست ایران در دست آقای پومپیو قرار گرفته و آقای پومپیو هم خب میدونیم که خیلی تندرو هست در مسائل مربوط به ایران نه فقط ایران در مسائل بین المللی و, و اگر من حتی فکر میکنم خود آقای ترامپ دوباره انتخاب شده و یه وزیر خارجه دیگه بیاد که نگاه بازتر و خلاقتری داره مطمئنم که تحولی رو خواهد داد ببینید بازار ایران هم اینم نکته رو بگم چون بازار ایران فقط خود بازار ایران نیست ایران به هر حال هسته اصلی یک منطقه ایه که بازار بزرگی پتانسیل بزرگی داره و پتانسیل اون بازار همیشه تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی ایران هم قرار میگیره واسه همین من بعید نمیدونم که یه نگاه جدید بر مبنای به اصطلاح ژئوپلیتیک بعد از کرونا اتفاق بیفته ولی هممون میدونیم که این جور تصمیم‌ها تصمیم‌های تکبودی نیستن یعنی حتی اگه مغز اقتصادی آمریکا و اروپا تصمیم بگیرن که باید با بازار ایران تعامل بکنن عوامل تاثیرگذار دیگه ای هستن و یکی از اون عوامل تاثیرگذار سیاست های خود ایران هم هست یعنی برد. ایران هم باید اتفاقا میخواستم در همین بازی به همین بپردازم آره اتفاقا میخواستم سوال بعدیم همین بود که اگر همچین فرصتی باشه و حالا که به هر حال اروپایی که تمایل داشتن و اگر امریکا هم احیانا حالا به دلیل انتخابات یا هر دلیل دیگه دیگه‌ای تجنظری در موزش بکنه ایرانی ها رهبران ایران واقعا آمادگی دارن و میخوان اصولا که تجدید نظر در سیاست خارجیشون بکنن و به هر حال مطابقت بکنن با اون چیزی که مثلا اروپا الان میخوان به هر حال میدونید قبل از تجربه برجام همیشه میتونستیم بگیم که به هر حال محدودیت هایی هست و تقابل منافعی هست که مانع یه همچین پروسه میشه برجام به ما نشون داد که برای اولین بار بقیده من واقعا برای اولین بار یک فرمولی پیدا شد که هم ایران و هم قدرت های جهانی به ویژه قدرت های غربی به یک فرمول برنده برنده رسیدن و من فکر میکنم مسئله اصلی ما همینه یعنی اون, اون از فرهنگ حکومتی جمهوری اسلامی که مانع خیلی از این بحث ها و اصلاحاتی که من الان گفتم میشه همین تفکر برنده بازنده است هم در رابطه با غرب هم در رابطه با ایرانی های خارج از کشور هم در رابطه با بخش خصوصی و غیره در این بحث هم باید ایران به این جنبندی برسه که فرمول برنده برنده وجود داره و تو اون فرمول برنده برنده ما چاره ای نداریم که یه جاهایی باعث بشیم که اونا برنده بشن وگرنه برنده برنده نمیشه ما باید به این جنبندی برسیم برجام رو به عنوان یه الگو برای خودمون داشته باشیم با اینکه منم قبول دارم که ایدئال نبود برجام خیلی کارهای بهتری عوامل بهتری رو میشد در, در اون در نظر گرفت ولی به هر حال یه تجربه بود حکومت ایران هم که شما بهتر از من میدونید به هر حال یک دست نیست صداهای مختلفی هستن بستگی به چی میگن توازن قدرت در داخل هم داره این, این پاسخ به این پرزش ولی من عقیده دارم که برای اینکه بحث رو یه مقدارم برگردونیم به, به بحث اقتصادی ببینید حاکمان ایران امروز باید این سوال از خودشون بکنن که دوست دارن یک اقتصاد متوسط رو به پایینی که با مثلا یک در دو تا دو درصد در سال میخواد رشد کنه در مثلا یک دهه آینده داشته باشن و اینطوری کم کم اهمیت اقتصادی و استراتژیک خودشون رو از دست بدن یا یعنی اینکه میخوان یه اقتصادی داشته باشن که رشد کنه به قول برنامه 20 ساله خود ایران الهام بخش باشه و تاثیرگذار گذار باشه اون تاثیرگذاری گذاری و اون الهام بخشی و اون رشد اقتصادی بقیده من فقط وقتی شکل میگیره که ما بدون این تنش هایی که الان داریم یعنی بدون تحریم بدون تنش های خارجی بدون تنش های منطقه‌ای بتونیم اقتصادمون رو توسعه بدیم بدون این داستان بله اقتصاد فروپاشی نمیکنه شما میتونی اسمش رو بذاری اقتصاد مقاومتی یه ظرفیت سازی هم در درون بکنی ولی اون رشدی که ایران نیاز داره واقعا نیاز داره برای اینکه بیکاری رو کمتر کنه رشد اقتصادی داشته باشه اون رو نخواهیم داشت خیلی متشکرم آقای بیژن خاجه پور از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر ممنون از شما منم سپاسگزارم خیلی ممنون